ایرانیان مقیم شماری از شهرهای خارجی در آستانه مورد اصابت قرار دادن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه دجال و نیز در واکنش به جنایتهای جمهوری دجال اسلامی در چهل و سه سال گذشته تجمع اعتراضی برگزار کردند. ایرانیان مقیم شهرهای پاریس، لندن، برلین، هامبورگ، فرانکفورت، بن، برمن، اسلو، وین و غیره تجمع کرده و یاد قربانیان جمهوری اسلامی همچون فوت شدگان پرواز اوکراینی و فوت شدگان خیزش انقلابی 1401 را گرامی داشتند گروه های از مردم معترض در شهر پاریس با پیوستن به فراخنهای تجمع در آستانه سومین سالگرد مورد اصابت قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی تجمع کردند. شماری از معترضان ایرانی همچنین بر سر مزار شاپور بختیار در پاریس حاضر شدند. در شهر برلین شمار زیادی از معترضان در حمایت از خیزش انقلابی ایرانیان تجمع کردند. تجمع کنندگان در این شهر علیه جمهوری دجال اسلامی شعار دادند و قصاص معترضان را به دست حکومت صفاک محکوم کردند پس از انتشار خبر قصاص محمد حسینی و محمد مهدی کرمی دو تن از بازداشت شدگان خیزش انقلابی ایرانیان مقیم آلمان در اعتراض به اجرای این حکم مقابل ساختمان شهرداری شهر هامبورگ تجمع کردند در دیگر شهر آلمان یعنی برمن نیز شماری از ایرانیان در اعتراض به اجرای حکم قصاص این دو معترض مقابل ساختمان پارلمان این شهر تجمع کردند در شهر بن هم شمار زیادی از معترضان در همراهی با کارزار دادخواهی تجمع و سپس تظاهرات کردند. همزمان ایرانیان ساکن فرانکفورت مقابل مرکز اسلامی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. این مرکز متعلق به جمهوری وحشی اسلامی است و تجمع کنندگان خواستار تعطیلی آن شدند. ایرانیان مقیم لندن نیز بر مزار دو جان ماخته ی هواپیمای اوکراینی به مناسبت سومین سالگرد سرنگونی این پرواز تجمع کردند معترضان در آرامستان گرد هم آمدند و علاوه بر فوت شدگان این پرواز یاد محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را که قصاص شدند گرامی داشتند در شهر اسلو نروژ نیز مراسم سومین سالگرد سرنگونی پرواز پی اس 752 برگزار شد در این گرد همایی که در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه برگزار شده بود بیانیه انجمن خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی خوانده شد این بیانیه بر اساس پرونده این پرواز به دیوان بین‌المللی لاهه پس از سه سال و آغاز روند رسیدگی جهانی به آن تأکید کرد. شماری از ایرانیان مقیم اتریش که در سه ماه گذشته در وین تحسن کردند نیز با ادامه این تحسن 104 صد روزه صدور و اجرای حکم قصاص را برای معترضان در خیزش انقلابی علیه جمهوری دجال اسلامی محکوم کردند. حامد اسماعیلیون دبیر و سخنگوی انجمن خانواده های فوت شدگان هواپیمای اوکراینی به تازگی اعلام کرده بود طبق نامه ای که وزیر امور خارجه کانادا برای خانواده های جان فرستاده روند قضایی ارجاع پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دیوان بینن مللی دادگستری در لاهه آغاز شده است، گروه بین المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز شماره 752 اوکراین نیز در بیانیه اعلام کرد اقدام ملموسی انجام دادیم تا اطمینان حاصل کنیم تلاش هایمان برای پاسخگو کردن ایران درباره ساقط کردن غیرقانونی پرواز پی اس 752 اوکراین میتواند به فاز حل و فصل اختلافات منجر شود این گروه که متشکل از وزرای کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیاست اعلام کرد درخواست داده تا پرونده جمهوری وحشی اسلامی در مورد ساقط کردن عمدی و غیر قانونی پرواز اوکراینی با موشک های سپاه اهریمنی پاسداران به استناد ماده چهارده کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری به داوری الزام آور ارجاع شود در روزهای گذشته و در آستانه سومین سالگرد مورد اصابت قرار گرفتن پرواز پی اس 752 توسط سپاه اهریمنی پاسداران انجمن خانواده های فوت شدگان این هواپیما خواستار پیوستن مردم در سراسر دنیا به تجمعاتی شدند که به این مناسبت برگزار می شود. این انجمن در توییتر نوشت عدالت پیروز می شود در سومین سالگرد جنایت سرنگون کردن پرواز پی اس 752 و در همراهی با انقلاب ایران به تجمعات در سراسر سر دنیا بپیوندید همزمان با این هماهنگی ها برای تجمع در سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی حمایت های بین المللی از معترضان ایران همچنین ادامه دارد و چهره های مشهور و شخصیت های سیاسی جهان بر حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران تأکید دارند مجازات ادام برای دیدن این ویدئو چه قیامتی بپا شد نفسهای آخر خامنه ای به شمارش افتاد جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفت از قصاص محمد مهدی کرمی و محمد حسینی شکه وحشت زده و خشمگین شده است او با اشاره به محاکمه های خودسرانه و ساختگی این دو معترض افزود آنها برای اعتراض مورد آزار بدنی قرار گرفتند این قصاص ها باید به شدیدترین وجه ممکن محکوم شود او همچنین افزود اگر جمهوری دجال اسلامی این اعمال خود را ادامه دهد مجبور میشویم شویم پرونده او را به شورای امنیت بینن مللی ارجاع دهیم او گفته که کشورهای غربی و همچنین آمریکا قول از بین بردن جمهوری دجال اسلامی را دادند او در یک ویدئو جزئیات این همکاری را اعلام کرده است مردم ایران باور کنید قیامتی به پا شده است نفسهای آخر خامنه ای به شمارش افتاده است